سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به چنل خودتون، یعنی ریل سیاوش. سیاوش و الناز در خدمت شماست تا یه برنامه جذاب دیدنی با هم دیگه داشته باشیم. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه رفقا، خیلی خوش اومدید. خب امروز برای اولین بار اومدیم به عرفان طهماسبی ریاکشن بدیم. عرفان طهماسبی میدونی کیه؟ نه نمیشناسم. عرفان طهماسبی توی عصر جدید معرفی شد. آهنگ بود راست میگی که همه پشماشون ریخت. آهنگ آره. خون گلم گلم گل و یک خواننده به شدت حرفه‌ای و خفنه و من این دومین آهنگی که ازش میشنوم، یکی همون آهنگ توی عصر جدید بوده و اینو الان اومدم با هم دیگه گوش بکنیم. نظرته؟ نظرمه. پس چی ببینیم اون برگردیم؟ خب رفقا لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. اگه نظر داشتین تو کامنت ها بهمون بگید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش بکنید. ممنون میشم. بریم که کار عرفان طهماسبی رو گوش بکنیم ببینیم چی ها. اسم آهنگ هست گلوبند. ها بندریه. من یه لحظه اینجا خوندم گموبند، بعد دیدم نه اسمش به انگلیسی نمیشه. آره. گلوبند گلو همون گردن بند. آره جنوبیه. خب اول بگم که خود عرفان طهماسبی هم جنوبیه. آره بعد این آهنگش هم باز جنوبی کار کرده و ساز عودو میبینیم و یه دسته از جنوبیای خونگرم که دارن بزن و برقص میکنن دیگه. میگه چشم و دلم روشن ای چه یاریه. من بگم این نیامبون اسمش میدونی چیه؟ نه. این پوست گوسفنده. واقعا؟ آره چه عجیب. این پوست گوسفنده اینجا این کلشه، این پاهاشه، پوستش اینجاش هم دوختن. خب ساز خیلی قدیمی و سنتی بندریه، جنوبی ها دارنش، اسمش هم نیامبونه و با گوسفند، با پوست گوسفند درست میشه. بله بریم اسمش هم که نیامونه گوش کنیم. صدای خیلی باحال داره. اینم که خودشه. آره دیگه خودشه. ولی چه باحال خوبه. آره واقعا آدم دلش میخواد تو اون لوکیشن باشه. صداش خیلی قشنگ عرفان طهماسبی. اصلا یادم نبود صداش، همین فقط گفتی عصر جدید یه لحظه یادم افتاد که کیه. صداش یادم رفته بود. خب عرفان طهماسبی یه نکته که داره اینه که به شدت تلفیق مثلا سنتی و مدرنش خوبه. الان این کار خب بدون ملودی و بیسش یه کار سنتیه ریتمش، ولی وقتی بیس بهش اضافه میشه خیلی مدرن میشه کاره. و ملودیش هم بریم گوش کنیم ببینیم چی به چیه. واقعا فقط یه دستای بندریش کمه. آهنگی که اینجوریت کنه آهنگه. ببین آهنگی باید نسبت به حسی که توش هست تو رو تکون بده. حالا میخواد غمگین باشه باید گریه تو در بیاره، میخواد شاد باشه باید رقص تو در بیاره. حالا این از اون آهنگ هست که نمیتونی خود تو کنترل کنی تکون نخوری. دقیقا. دلم رام به پای نگاهی تو خیام چشای سیاهی دار جا که برم ساز دلم کوک صدا
نار سوزی تو نار ماهی دلار زیر ناخدا. یه نکته هیچی بچه درباره شعر تنظیم و ملودی من ندیدم، احیاناً که خودش همه رو انجام داده، یعنی تنظیم، شعر، ملودی، همه چی کار خودش بوده که هیچی توضیح ندادن. اگه واقعا این کارو کرده واقعا دمش گرم، واقعا دمش گرم. چی؟ بریم که پشمام ریخته. دیدی این آقای چجوری میلرزون؟ بابا این رقص عشقم، این رقص رقص بندری دیگه، خیلی باحاله، اینا بلدن. چقدر این اوورتورش گرم میکنه. باری کلا خدا قشنگ میرقصه خدایی. آره نه لوده بازی در نمیاره، رقص مردونه شده داره. این چی میگم؟ یارم نامهربون مال آبادانه. باریکم خیلی دوست دارم کارا رو، از این کارهاییه که من آهنگ شاد اصلا گوش نمیدم. خب خیلی کم پیش میاد، این جزء اون آهنگ هاست که گوش میدم. یکم خود عرفان طماسبی چشاشو از دوربین میدوزه، نگاه کن چشم میاد سری برمیداره. نگاه مزهش نه که من اصلا حواسم به دوربین نه 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 نیست. کارم تو کار سرم کارو خودم، احساس میکنم خیلی معذب جوری هنوز راحت آره. نیست چشم دلم روشنه. موزیسین ها احتمالا نوازنده ها دیگه، چند تا بچه ها موزیسین داشته که روی این پروژه کار کردن، حالا نوازنده ها و تنظیم کننده ها. موزیک هم حامد دهقانی، نه بچه ها موزیکش حامد دهقانی کار کرده، شعر رو محمد سلطانی کار کرده، تنظیم رو امین آیین زده و میکس و مسترینگ رو حامد حاتمی زده، حمید حاتمی. پس تنها نبود، فقط خودش خونده. بچه ها بازم چیزی از ارزشش کم نمیکنه، واقعا قشنگ بود، بازم ما لذت بردیم. دمتون گرم. این ویدیو این موزیک ویدیو خیلی باحال بود، خیلی قشنگ بود، واقعا خیلی انرژی میداد به آدم. دقیقاً به نظرم این موزیکو باید صبح از خواب بیدار میشی بذار، اینو باید گوش کنی وقتی حالت خوبه، باید گوش کنی. آره یه دارم باش برقصی، حالا میرقصم حالا بعدا در آینده ان شاء الله ما شاء الله. و اینکه دم شما گرم. بله لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید، خیلی لذت بردیم. اگه از این قبیل ویدیوها دوست دارید بهمون بگید که ریاکشن بکنیم و این ویدیو رو حتما لایک بکنید، خیلی مخلصیم.
تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. فعلا. خب.